سلام، به شبکه مهر تیوی خوش اومدین. یکی از قسمت‌های جنجالی کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی در مورد زنان محمد و فاحشه‌خانه جاهلیه است. یکی از دلایلی که اسلام از کتاب آیات شیطانی وحشت داره بازو کردن داستان حرمسرای محمده. و حالا من میخوام اون قسمت جنجالی کتاب آیات شیطانی رو که درباره زنان محمد یا همون فاحشه خونه حجابه رو براتون تو 20 دقیقه تعریف کنم. اما دقت کنید که قسمت‌های جنجالی این داستان میفته تو قسمت دوم ویدیو. پس تو قسمت اول ویدیو ما فقط به شخصیت‌ها و اینکه از کجا به این نقطه از داستان میرسیم میپردازیم و قسمت مهم ویدیو تو آخرای ویدیوه. پس حواستون باشه اگر خیلی عجله دارین بریم قسمت دوم ویدیو رو ببینیم، قسمت اولش رو نگاه نکنیم، بعد یادتون بره بریم یه ویدیو دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ داستان فاحشه خونه حجاب، باید یه موضوع مهمی رو باهاتون در میون بذارم. 3-4 سال پیش من شروع کردم به گذاشتن ویدیو روی اینترنت در مورد محتوای کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی. تو اون زمان هیچ ویدیوی در مورد محتوای این کتاب روی اینترنت نبود، مثلا کسی جرأت نمی‌کرد درباره‌اش صحبت کنه. خب ولی بعدش که من این کار کردم، خیلی زود یه سری شبکه‌های پیدا شدن که ویدیو می‌ذاشتن در مورد مثلا اسلام. تصاویری که توی ویدیوهاشون استفاده می‌کنن خیلی با کیفیت، گویندگی خیلی با کیفیتی دارن، همه چی با کیفیت، ویدیوهاشون عالیه، حتی 100,000-1,000,000 ویو میگیره. ولی موضوع اصلی اینه که اینا برای سانسور کردن قضیه این ویدیوها رو میسازن و این شبکه ها وابستن. میان مثلا یه ویدیو میذارن درباره آیات شیطانی، خب 15 دقیقه 20 دقیقه، 70% ویدیوشون فقط حاشیه مثلا اینی که چه اتفاقاتی در مورد این کتاب افتاده، و بعد در نهایت مثلا با 2 جمله میگن محتوای کتاب این بوده. هدفشون اینه که فقط ذهن شما رو پر کنن که خیال کنید که داستان رو میدونید و دیگه تو شبکه‌های دیگه دنبالش نگردید، مثلا نیاد ویدیوهای منو نگاه کنید. خب اینا تو تیتراشون هم گنده گنده میزنن ما دروغ‌های اسلامی رو می‌خوایم بگیم و ما می‌خوایم رازهایی رو برملا کنیم، ولی هدفشون فقط اینه که قضیه رو سانسور کنن و ذهن شما رو در مورد این موضوع پر کنن و شما دیگه موضوع اصلی رو هیچ وقت متوجه نشین. 10 ثانیه از یکی از این ویدیوها رو براتون نشون میدم، ببینید. اونچه که احتمالاً برای مسلمان‌ها تکون دهنده تر از این بخش رمان هستش، بخش بازگشت به جاهلیه که صحنه‌هایی از یک روسپی‌خانه به نام حجاب در اون به تصویر کشیده شده که نام برخی از روسپی‌ها هم نام همسران پیامبر اسلام هستش. یه نکته دیگه که باید در مورد این بگم اینه که من خودم 3-4 ساله دارم ویدیو میسازم. شما به سختی میتونی توی یه هفته یه ویدیو رو ادیت کنی و بسازی، اصلا ممکن نیست، بعضی موقع 1 ماه طول میکشه. چجوری این شبکه ها هر هفته 2-3 ویدیو آپلود میکنن، همه هم کیفیت عالی داره. مشخصه که اینا یه تیم دارن، نویسنده، گوینده، نمیدونم همه چی، صدا بردار، ادیتور، همه رو با هم، خب معلومه دیگه. و خب اینا وابسته هستن به یه سری جایی که خودتون میدونین دیگه، اسمشو نمیگم. خب ولی هدفشون این نیست که واقعا به شما اطلاعات بده. من خیلی از این کتاب ها رو خوندم، وقتی که ویدیو اینا رو نگاه میکنم میبینم که مثلا طرف مثلا داره همش جنجال درست میکنه، آره ما میخوایم یه سری دروغ های اینا رو بگیم فلان بیسار، بعد کل ویدیو میبینیم مثلا 2 جمله گفته. اون 2 جمله هم واقعا تو اون کتاب نیست. اون کتاب خیلی جزئیات داره، خیلی مسائل توش هست، اونا نمیخوان شما چیزی رو بدونید. مسئله اینه، برای که تست کنید واقعا، من میدم دست خودتون، برین یه ویدیو از همون موضوعی که من ساختم از شبکه من ببینید، یه ویدیو هم از ویدیو شبکه اونا در مورد همون موضوع ببینید، ببین چقدر فرقش از زمین تا آسمون فرق داره. خب بگذاریم بریم سراغ اصل داستان خودمون. تا
تاریخچه بعل. بعل یکی از شاعران بسیار توانای شهر جاهلیه بود که با هند رابطه جنسی داشت. هند همسر شیخ ابو سیمبل تاجر بزرگ شهر جاهلیه بود که ثروتمندترین تاجر هم بود. هند شیفته علم و دانش بود و به همین دلیل با افرادی مثل بعل و نویسندگان و اینا روابط جنسی برقرار میکرد تا از دانش ازشون دانش بگیر. در ابتدای کار پیامبر دین تسلیم، شیخ ابو سیمبل بعل رو مأمور میکنه که بر علیه ماهوند شعر بگه. جزئیات کامل این داستان رو من چون ویدیوی خلاصه کامل کتاب آیات شیطانی گفتم، چون برید اونجا ببینید. ابو سیمبل بعل رو تهدید به مرگ میکنه و بعل هم شعرهای بیرحمانه ماهرانه ای رو بر علیه ماهوند میگه که زیباییشون زامن دردیه که بر جای میذارن، انقلاب سقاها و آبکشان و اینجور چیزا. حالا سالها از اون ماجراها گذشته و ماهوند هم به یثرب رفته و دین خودشو اونجا گسترش داده. مردم شهر جاهلیه هم همه پیر شدن، تنها کسی که جوان مونده هند جگرخواره و اونم تنها کسی که واقعا هنوز جادوش اثرگذاره و به شهر جاهلیه حکومت میکنه. سلمان فارسی به ماهوند خیانت میکنه و به جاهلیه فرار میکنه، برمیگرد و میره پیش بعل و داستانهایی رو از ماهوند تعریف میکنه. اینکه چطور قانون وضع میکرده، زنها رو کنترل میکرده و از این قبیل چیزها که جزئیاتش رو من توی ویدیویی به نام داستانی جنجالی تر از آیات شیطانی گفتم، میتونید برید تو شبکه ببینید. اما بعد از سالها ماهوند از یثرب با قشونش به نزدیکی شهر جاهلیه برمیگرده و شیخ ابو سیمبل شبونه میره و شهر جاهلیه رو به رئیس دین تسلیم میکنه و بعدش که برمیگرده ماهوند به یکی از افرادش یعنی خالد رئیس قشونش دستور میده که بره به شهر جاهلیه و قبل از ورود ماهوند معبد عزا رو که در نزدیکی دروازه شهره، این معبد به قول خودشون اهریمنی رو و کفر رو بشکنه و نابود کنه و اون الهش رو یعنی الهی عزا رو بکشه. و بعد از اینکه ماهوند خودش وارد شهر جاهلی میشه، خودش میره توی اون خانه سیاه و اونجا رو پاکسازی میکنه و همه اون بت‌ها رو میشکنه. بت‌هایی مثل الهه خورشید، عقاب، بت هوبال و خلاصه همه رو میشکنه و با پاکسازی میکنه. توی شهر جاهلیه هر کسی که به اسلام پناه میاره و مسلمان میشه زنده میمونه. هند هم میاد پیش ماهوند و التماس میکنه و پاهاشو میبوسه و بالاخره جونش نجات پیدا میکنه. ولی سلمان فارسی که خیانت کرده بود کلی به دردسر دچار میشه و کلی التماس میکنه و کلی زجه میزنه تا بالاخره به واسطه خالد و اون دوستای قدیمی که داشت اونم نجات پیدا میکنه. اما میمونه یه نفر، بعل. و هر چقدر که میگردن توی شهر اعلامیه میخونن، زیر سنگ به سنگ میگردن، همه جا رو میرن خونه به خونه در میزنن جستجو میکنن، بعل رو پیدا نمیکنن. بعل همون شاعر قدیمی که ماهوند خیلی ازش کینه داره. روز به روز زندگی تو شهر جاهلیه عادی تر میشه. از اون پنج گونه، فقدان الکل و شراب و مسکرات، قفل کردن در به روی زنها و خلاصه دین تسلیم آروم آروم جای خودشو پیدا کرده. اما بعل کجا بود؟ و از اینجا تازه داستان حجاب و فاحشه خونه حجاب شروع میشه. جبرئیل خواب پرده ای رو میبینه.
پرده یا حجاب نام معروف ترین فاحشه‌خونه شهر جاهلیه بود. باقی بزرگ از نخل‌های خرما و دالان‌های پرپیچ و خم که با پرده‌های چیندار ساخته شده بود. در هر راهرو یک گلدان بزرگ وجود داشت و جمله‌های عاشقانه زیبایی رو روی پرده‌ها نوشته بودند. زنی بینام که معروف به مادام بود و همیشه یک پارچه سیاه یا چادر سیاه بر سر داشت، بر این فاحشه‌خونه حکومت میکرد. بعد از گذشت سالها صدا شبیه صدای کاهنای قدیمی شده بود که از ته چاه بیرون میاد. صدای این زن آنتیتز کفرآمیز کلام مقدس ماهوند بود که در چادر ماهوند شنیده میشد. پرده یا حجاب از چادر ماهوند زیاد هم دور نبود و همین دلیل وقتی که بلب جلوی پای مادام روی زمین میفته و التماس میکنه که اونو پنهان کنن، مورد قبول همگان قرار میگیره. در فاحشه خونه غلامهای قوی هیکلی کار میکردن که فقط اونا راه این هزار تو رو به اتاقهای روسبی ها بلد بودن که به این روش مشتری ها نتونن کسی رو فریب بدن و قبل از اینکه به اتاق روسبی برن پولش رو پرداخت کرده باشه. مادام هنوزم اون شاعر پرشور رو با شعرهای زیباش به خاطر می آورد. وقتی که خالد و سربازانش به حجاب اومدن و توی دالانهای پرپیچ و خم سرشون گیج رفت و 39 تا گلدان بزرگ رو جستجو کردن و بل رو پیدا نکردن، 40 گلدان بزرگ بود که بل رو نجات داد. بعدش مادام به خواجه ها دستور میده که شلوار چیندار و عمامه جنها رو بر سر بل بذارن و به بدن و موهاش رنگ مشکی بزنن که کسی نتونه پیداش کنه و شناخته نشه، و همچنین به بل دستور میدن که ورزش کنه تا بدن ضعیفش باعث سوء ظن نشه. با اقامت در حجاب بل از اخبار شهر جاهلیه همچنان بیخبر نبود، تا جایی که اگه بل تو خیابونای شهر جاهلیه راه میرفت اینقدر خبر به دستش نمیرسید که توی فاحشه خونه به دستش میرسید. بل به خاطر شغلی که داشت مجبور بود کنار اون اتاقای روسبی ها نگهبانی بده و اون مشتری ها هم هنگامی که داشتن زناکاری میکردن دهنشون شل میشد و وقایع و اتفاقات شهر رو لو میدادن. ابراهیم قصاب خبر آورد که با وجود ممنوعیت گوشت خوک، مردم جاهلیه پشت در قصابی، یعنی پشت در عقبی مغازش، صف میکشن دست دسته که گوشت ممنوعه بخرن و قیمت گوشت ممنوعه هم بالا رفت و بعدش هم روی زن مورد علاقهش افتاد. موسای سبزی فروش هم پیش یکی از کارکنان افقی حجاب اقرار کرد که نمیتونه عادتهای قدیمیشو ترک کنه و هنوزم قایمکی گاهی وقتا برای الهه مورد علاقهش یعنی اللات دعا میکنه، به خاطر اینکه خدایان مؤنث چیزی دارن که خداهای مذکر ندارن. و بعدش هم خودش روی یکی از نمونه های زمینی اون چیز افتاد. اینجا بل میفهمه که هیچ حکومتی کامل نیست. وقتی خبر نابودی و مرگ الهه عزا به بل میرسه، احساس پوچی میکنه نسبت به زندگیش و عقایدی که داشته، چون تو جوانیش نسبت به این خدا عشق داشته. و مرگ عزا به معنی اینه که مرگ بل هم نزدیکه. فرصت زنده موندن توی
فاحش خونه و یک قدمی مرگ بودن برای بعل یه تجربه خاص رو ایجاد کرده بود. طعم زیبا و شیرین زندگی کردن و در ترس و یک قدمی بودن با مرگ و رویارویی با مرگ برای بعل تجربه خیلی جالبی بود که مفاهیم جالبی رو به ذهن بعل آورده بود. سنگی بودن الات به معنی واقعی بودن پیامبری ماهوند نبود. بعل یه جورایی به ماورای خدایان رفته بود و یه جورایی میشه گفت که به بی خدایی رسیده بود. بعل یه جورایی سرنوشتش رو با ماهوند گره خورده میدید و دیگه از مرگ نمیترسید. وقتی از زبون موسای سبزفروش داستان 12 زن ماهوند و اینکه معلوم نیست چرا ماهوند خودش از قانون همگانی 4 زن تبعیت نمی کنه رو شنید، یه جورایی فهمید که آخرین مسافش با دین تسلیم چگونه خواهد بود و حالا اون داستان جنجالی از اینجا شروع میشه. اگه دوست دارین که کشور ایران از خرافات خلاص بشه، این ویدیو رو لایک کنین تا همه ببینن و این چنل رو سابسکرایب کنین و یادتون باشه که اگر این ویدیو 100,000 ویو هم بخوره من راضی نیستم، چون من به خودم میگم که کجاست اون 99,900,000 تا ایرانی دیگه، اونها کجا هستن؟ باید همه این 100 میلیون بیان این ویدیو رو ببینن و به چند هزار لایک و سابسکرایب. من اصلا خوشحال نیستم، چون هدف من یوتیوب نیست، هدف من اینه که ایران رو تغییر بدم. من علی فهمی هستم، پژوهشگر دینیم. دخترای حجاب بین 15 تا 50 سال سن داشتن و هیچ کدومشون هم واقعا دختر نبودن و از یه مرد مسن هم همشون با تجربه تر بودن. و وقتی که ساعت کارشون تموم میشد شروع میکردن به سر به سر گذاشتن تنها خواجه حجاب که واقعا هم خواجه نبود و در مقابل بعل خودشون رو پیچ و تاب میدادن و نوک سینه هاشون رو به لبای بعل میچسبیدن و در چند سانتیمتری صورت بعل همدیگر رو لب میگرفتن و خلاصه کاری میکردن که بعل هم تحریک بشه و بعدش به آلت بعل میخندیدن و اونم خجالت میکشید. ولی چند مدت یک بار هم بین خودشون قرعه مینداختن که یکی از اونا این خواجه‌ای، تنها خواجه‌ای رو که خواجه هم نیست رو ارضا کنه. بعل هم نمیدونست که توی دنیا بدبخت‌ترین مرد روی زمینه یا خوشبخت‌ترین مرد و راضی‌ترین مرد روی زمینه. بعل از بین حرفای جوان‌ترین روسبی فاحشه‌خونه و خواجه‌ها میشنوه که موسای سبزفروش بهش گفته که تو اینه، یعنی اون جوان‌ترین روسبی اینه عایشه است و مثل سیبیان که از وسط نصف کرده باشن و عایشه هم عزیز کرده ماهونده. روسبی 50 ساله گفت که همه مردم درباره حرم ماهوند صحبت میکنن و اونم به همین دلیل اجازه نمیده که زنهاش بیرون برن و به همین دلیل هم مردم بیشتر در مورد حرم سرای پیامبر دارن خیال پردازی میکنن. بعل با خودش فکر میکنه تا وقتی که ماهوند با کتاب قوانینش سر نرسیده بود توی جاهلیه همش حرف از پول و همخوابگی بود، همش پول و جماع و همش هم حرف نبود. و بعدش بعل به اون میگه چرا عایشه شخصی موسا سبزفروش نمیشوی؟ و روسبی بهش میگه مواظب باش، اگه بشنوه تخماتو توی کره سرخ میکنه. یعنی منظورش اینه که اگه ماهوند بشنوه. بعل دوباره میپرسه چند تا زن داره؟ میگن 12 تا زن و یه زن پیر که قبلا فوت کرده، منظورشون خدیجه است. و بعد بعل میپرسه چند تا روسبی وجود داره توی این روسبی خونه؟
میگن که 12 تا و مادام پیر که رئیس روسپیاست. جایی که ایمان نباشه کفر هم نیست. بل فکر تازه‌شو با مادام در میون میذاره و مادام هم با صدای گرفتش جواب میده: خیلی خطرناکه، اما شاید کارمونو رونق بده. بهتره با احتیاط پیش بریم، اما امتحانش ضرری نداره. روسپی 15 ساله زیر گوش موسای سبزی فروش یه چیزی میگه و توی چشمای موسا یه برقی میفته و با هیجان میگه که بقیهشم بگو، از بچگیت بگو، اسباب بازیات، از اینکه چطوری طبل میزدی و پیامبر میومد و نگات میکرد و اونم براش تعریف میکنه چطوری در 12 سالگی عضله بکارت شده و اونم براش تعریف میکنه و موقع رفتن موسا دو برابر معمول پول میده و میگه که این بهترین شب زندگیم بوده. مادام هم به بعل میگه باید مواظب ضربان قلب بعضی از آدم ها باشیم. وقتی که شایع شد توی جاهلیه که روسبیخانه حجاب نقش زنان ماهون رو بازی میکنن، مشتری های روسبیخانه سه برابر شدن و توی حیات روسبیخانه صف کشیده بودن و هیچ کسی هم این موضوع رو لو نمیداد بیرون، به خاطر اینکه اگه مسئولین میفهمیدن که کسی توی این بی‌حرمتی شرکت کرده اعدامش حتمی بود. ماهونگ میخواست تمام روسپیخانه ها رو تعطیل کنه، اما شیخ ابو سیمبل پادرمیونی کرده بود و گفته بود که باید این تغییرات آرام آرام انجام بشه و مردم شهر جاهلیه به دین جدید عادت کنن. صف مشتریای روسپیخانه حجاب به دور فواره عشق در مرکز باغ شبیه صف زائرانی بود که به دور سنگ سیاه و خانه سیاه میچرخیدن. دختران حجاب به روش جدید عادت کرده بودن و مثلا کوچکترین اونها عایشه که سوگلی مشتری شده بود، شبیه عایشه که در حرم مسجد یثرب سوگلی پیامبر بود، اگر میدید خواهران دیگه مشتری بیشتری دارن یا انعام بیشتری دریافت میکنن، به شدت حسودی میکرد. چاقترین و پیرترین فاحشه حجاب اسم سواده رو برا خودش انتخاب کرده بود و حالت مادرانش طرفدارای خاص خودشو داشت و برای طرفداراش اینجوری تعریف میکرد که چطوری ماهوند با اون و عایشه در یک روز ازدواج کرده و اونا دو نیمه گمشده همسر سابقش یعنی خدیجه هستن و این توصیفات باعث میشد طرفداراشو حسابی به وجد بیاره و اونا رو هیجان زده کنه. بعد از یک سال روابط توی فاحشه‌خونه حجاب شبیه روابط توی حرم مسجد یثرب شده بود. مثلا عایشه و حفصه دائما با دو تن از مغرورترین فاحشه‌های حجاب رقابت می‌کردن. این دو تا زن نام‌های اشرفیه ام سلمه مخزومی و رامله که هم نام دختر ابو سیمبل بود رو انتخاب کرده بودن. دیگران زینب بنت جوهش و جویریه رو از عروس‌هایی که در حمله نظامی اسیر شده بود برگزیده بودن. ریحانه یهودی، صفیه، میمنت و یکی از اونها هم مصری با شکوهی به نام مریم قبطی بود که از آموختن فوتوفنهاش به عایشه سر باز میزد. یکی از اونها هم اسم زینت بنت خوزیمه رو برای خودش برگزیده بود که یکی از همسرای پیامبر بود که اخیراً فوت کرده بود و مشتریاش به همین دلیل اجازه حرکت بهش نمیدادن در هنگام همخوابگی و زنا کردن
و اینم یه رسم مسخره شده بود توی حجاب. در گذشته رسم اینطوری بوده که فاحشه ها به عقد یک مرد بی‌آزاری در بیان، یا اینکه اگر مردی نبوده به عقد یک جسم بیجانی مثل کوه یا فواره در بیان. در فاحشه خونه حجاب هم همه دخترها به عقد فواره مرکزی باغ در اومده بودن، اما بعد از یک سال بازی کردن در نقش همسران ماهوند، فاحشه ها پیش مادام میرن و انقلاب میکنن و میگن که ما باید به عقد یک فردی مثل بعل در بیاییم و به عقد فواره در اومدن هم با بت‌پرستی تفاوت چندانی نداره. اولش مادام سعی میکنه دختران رو از خر شیطون پایین بیاره، اما بعدش میبینه که نمیتونه و میگه که خب بعل رو پیش من بیاریم. و بعل رو که چشاش نزدیک بین بوده و پاهاش رو لخلخ روی زمین میکشیده و سنش بالا بوده پیش مادام میارن، و وقتی که مادام داستان رو براش تعریف کنه، بعل تپش قلب میگیره و نقش زمین میشه و عایشه هم فریاد میزنه قبل از اینکه به عقدش در بیاییم بیوه شدیم هممون. اما بعدش وقتی که بعل بیدار میشه و به درخواست دختران حجاب پاسخ مثبت میده، مادام خودش یکی یکی همه دختران رو به عقد بعل در میاره و به این صورت بعل در اون کمینگاه فساد یا ضد مسجد به عقد زنان سوداگر سابق یا همون ماهوند مفتخر میشه. دخترها سعی میکنن به بعل بفهمونن که باید مثل شوهرها رفتار کنه و تمام وظایف شوهری رو براشون اجرا کنه مو به مو و با جزئیات. و بعد از یه مدتی هم جلسه میذارن و به بعل میگن که باید نامشو به نام پیامبر تغییر بده، که بعل قبول نمیکنه و میگه که من اسم خودم رو بیشتر دوست دارم و اینجوری خط و مرز خودش رو با اونا تعیین میکنه، اما مجبورش میکنن که مثل اونا رفتار کنه، مثل شوهر رفتار کنه، و منظورشون اینه که باهاشون امر و نهی کنه، دستور بده و باهاشون یه جورایی مثل سرور رفتار کنه. و اینجوری معلوم میشه که دخترهای حجاب و فاحشه های این پرده از امولترین و بیسوادترین زنان جاهلیان. این شغل فاحشگی که میتونست این دخترها رو به آدم های سرخورده و افسرده تبدیل کنه، به خاطر اینکه این دخترها از زندگی در جامعه بیرون دور بودن، اونا رو به خیال پردازی انداخته و تصویری که برای خودشون از زندگی و ازدواج ساخته بودن این بود که یار وفادار یک مرد قوی و خردمند باشه. چون این روسبی ها سالها خواسته های مردای دیگر رو اجرا کرده بودن، توی خیالاتشون ازدواج و زندگی، جامعه عمل پوشوندن به کهن‌ترین فانتزی های مردها بود. بازی کردن تو نقش زندگی پیامبر هم یه هیجان خاصی به این کار داده بود و بعل هم از اینکه میدید چقدر سخت تلاش کنن تا اونو راضی کنن شگفت زده میشد. مثلا اونو سعی میکردن پاهاشو هر شب براش بشورن، موهاشو شونه کنن براش، موهاشو خوش کنن، بعد براش برقصن و اینجوری نمایش اون یا نقش اون ازدواجی رو که همیشه توی ذهنشون پرورنده بودن و در موردش خیال پردازی کرده بودن و داشتن بازی میکردن. بعد از مدتی بعل اعتماد به نفس پیدا میکنه و شروع میکنه به دستور دادن و امر و نهی کردن بین دخترها. اما یه بار حفصه بعل رو با مریم قبطی توی اتاقش پیدا میکنه و بعل هم هر چقدر التماس میکنه که به عایشه نگو، به عایشه نگو، ولی حفصه میره قضیه رو به عایشه لو میده و جنجال میشه و به خاطر همینم بعل تا یه مدتی از دیدن مریم روسفید محروم میشه. و خلاصه بعل با بازی کردن نقش ماهوند دوباره شروع میکنه به نوشتن شعر و اینا.
و گاهی وقتا کنار عایشه حس سنگینی میکنه، حس کندی میکنه و دراز میکشه و به حالت خلسه میره و خودشو ایستاده میبینه و شروع میکنه با خودش به حرف زدن و بعد بلند میشه و اون اشعار رو یادداشت میکنه. یه بارم وقتی که پیش ام سلمه خوابش میبره، وقتی که بیدار میشه به ام سلمه میگه چرا منو بیدار نکردی؟ بعد میگه که من تو رو بیدار نکردم چون که فکر کردم شاید اون آیات از یادت بره. و بعد بهش میگه نه خیالت راحت باشه، اون آیات فقط وقتی که پیش عایشم به ذهنم میاد. بعد از 2 سال یکی از مشتری‌ها هنگام خارج شدن از اتاق عایشه بعل رو میشناسه که اونجا وایساده بود و نگهبانی میداد و بهش میگه آها پس تو اینجا پنهان شده بودی. و بعد عایشه میترسه و میدوه میاد بیرون، میگه که یه موقع این برامون دردسر درست نکنه. و بعل هم بهش میگه نه و بعل هم سلمان فارسی رو به اتاق خودش میبره و از اون قوطی‌های شرابی که با انگور خرد نشده درست شده بود بهش میده، چون توی کتاب قانون ماهوند این مدل از شراب ممنوع نبوده. سلمان هم پیک شراب میزنه و شروع میکنه به حرف زدن و میگه که بعد از اینکه از اعدام نجات پیدا کرده نامه‌نویس شده و گوشه بازار جاهلیه یه حجره کوچولو گرفته و شروع کرده خلاصه به نامه‌نویسی برای مردم و مردم هم بیشتر میان پیشش تا براشون دروغ بنویسه و اونم چون دروغ نوشتناش خوب بوده و نزدیک به واقعیت می نوشته دروغا رو معروف شده و نامه هاش حسابی گرفته و تونسته یه پولی به جیب بزنه تو این 2 سال و خرج سفرش به کشور خودش فراهم شده، اون کشور پیر و کهنسال. و میگه برای اینکه در روزهای آخر یه خوشی بگذرونه به حجاب اومده تا از آخرین دیدارش از جاهلیه یه لذتی ببره. وقتی که شیشه الکل تموم میشه سلمان شروع میکنه به گفتن از عامل بدبختیاش یعنی پیامبر و پیامش و شروع میکنه از شایعاتی که در مورد اختلافات محمد و عایشه هست صحبت میکنه. خب بالاخره دختر نمیتونست تحمل کنه که شوهرش بخواد با این همه زن جماع کنه و هر چقدر ماهوند از مناسبات سیاسی براش گفت فایده ای نداشت. آخر سرم خب معلومه دیگه، ماهوند به یکی از اون خلصهاش میره و برمیگرده و میگه که جبرئیل پیامی آورده که پیامبر با هر چقدر زنان که میخواهد میتواند جماع کند. و خب عایشه بیچاره چجوری میتونست جلوی آیات خدا بیسته؟ و میدونی عایشه بهش چی گفته؟ بهش گفته که عجب خداییست، هر وقت احتیاج داری کارت رو راه میاندازد. و خب این جمله رو هیچ کسی نمیتونست به ماهوند بگه، هر کسی دیگه این جمله رو گفته بود اعدامش میکردن، اما چون عایشه عزیز کرده محمد بود میتونستی همچین حرفی رو بهش بزنه. حتی زنهای دیگه هم جرات نمیکنن همچین حرفی بزنن. بل سکوت میکنه تا سلمان به حرفاش ادامه بده. جنبه های جنسی دین تسلیم حسابی اون ایرانی رو عصبانی و ناراحت کرده بود و سلمان میگفت که سوا کردن زنان و مردان کار سالمی نیست، چیز خوبی ازش در نمیاد. اما بعد در کمال تعجب شروع میکنه به طرفداری از ماهوند، به این صورت که اگر یکی از خانواده ها دخترش رو به ماهوند پیشنهاد کند و پیامبر قبول نکند میدونی چه دشمنی پیش میاد؟ علاوه بر این ماهوند پیامبره و مرد ویژه‌ایه، باید برای اون استثناء قائل شد. در مورد حبس کردن زنان در خانه هم اگر یکی از این دخترها بیرون بره و اتفاقی براش بیفته میدونی چه افتضاحی به بار میاد؟ اما سلمان به بعل میگه که تو حسابی دیوونه شدی یا، و بعدش براش یه داستان جنجالی دیگر رو تعریف میکنه. پیامبر و عایشه به یک دیار دور سفر کرده بودن که هنگام برگشت کاروانشون توی صحرا اتراق میکنه و هنگام صبح سپیده‌دم وقتی که میخوان برگردن عایشه در لحظه آخر میره برای قضای حاجت یعنی دستشویی و وقتی برمیگرده میبینه کاروان نیست. اون حاملان کجابه هم موقع بلند کردن کجابه
متوجه نبودن عایشه نشده بودن، چون عایشه دختر سبک بوده و بعدش عایشه تنها توی صحرا میمونه و اگه جوونی به نام صفوان به اونجا نرسیده بود معلوم نبود که چی میشه. صفوان با شطور عایشه رو به یثرب برمیگردونه و چون صفوان یک جوون زیباروی جوونی بوده به همسن عایشه، بعدش شایعه را میافته که این پسر و دختر تنهایی با هم توی صحرا چندین ساعت بودن و احتمالاً یه چیزی بین اونا گذشته. علاوه بر اون، ماهوند هم از عایشه خیلی سنش بالاتره و خب در آخر یه افتضاحی به پار میاد. حالا بگو ماهوند چی کار کرده؟ و سلمان هم میگه خب معلومه دیگه، طبق معمول ماهوند هم رفیق قدیمیش ملک مقرب رو میبینه و جبرئیل هم یه آیه‌ای بهش میده که عایشه رو تبرئه کنه. ولی این دفعه خانوما از این که آیات چطوری کارا رو را میندازه شکایتی نکرد و روز بعد هم سلمان سوار شطور میشه و از بعل خداحافظی میکنه و به سمت شمال و ایران حرکت میکنه. ولی عایشه بهش میگه که یه موقع نره جایی یه چیزی بگه توی مستی آب روزی بشه گندش بالا بیاد. و بعد بهش میگه از این بعد همه چیز تغییر خواهد کرد، چون که دیدار با سلمان روی بعد تأثیر دیگه ای گذاشته و بعد از مدتها در حجاب موندن از خواب غفلت بیدار شده. اما عایشه بهش میگه که نه، هیچ چیزی تغییر نمیکنه و قبول نمیکنه. و بعد بهش میگه که بله، از این بعد همه چیز تغییر خواهد کرد. یک مرد تا ابد نمیتواند پشت دامن زنها پنهان شود. ماهوند به جاهلیه بر میگرده و دستور میده همه فاحشه خونه ها رو تعطیل کنن. وقتی که خبر رو به مادام میدن، مادام به همه کارکنان حجاب دستور میده که مشتری ها رو از در عقبی مرخص کنن و پولی هم ازشون نگیرن. و این آخرین حرفیه که از مادام میشنون. و بعدش روسپی ها و دخترها میرن پیش اتاق مادام و بهش میگن که خب حالا ما چی کار کنیم؟ کارمون از این بعد چطوریه؟ چه بلایی بر سر ما میاد؟ چجوری پول درآوریم برای غذا خوردن؟ اما هیچ حرفی از مادام نمیشنون. و بعد از یه مدتی بالاخره عایشه جرأت میکنه و پرده سیاه کنار میزنه و زنی که معلوم نبود 50 سالشه یا 125 سالشه و قدش هم 1 متر بیشتر نمیشد رو مرده روی صندلی پیدا میکنه. مثل یک عروسکی بین کوسنها افتاده بود و جام زهر هم توی دستش بود. وقتی خبر خودکشی مادام به عمر میرسه، عمر میگه حالا که ما نمیتونیم رئیسشون رو اعدام کنیم، تلافی رو روی کارمندانشون در میاریم و با سربازاشون شروع میکنن به زدن و بستن جنده ها. اما قبل از اینکه کوچکترین و آخرین عورت یا آلت شکافدار رو دهنش رو ببندن، عایشه فریاد میزنه تو رو به خدا شوهر جان اگر مردی ما رو نجات بده. و عمر هم برمیگرده به خواجه ها نگاه میکنه و میگه کدومی که از شماها شوهر ایناست؟ و بعد میگه که جدی نگیر حرف زنها رو، اونها با ما سر شوخی داشتن و ما رو شوهر خطاب میکردن. اما عمر میاد و آلت بعل رو میچسبه و فشار میده و میگه آها، به خاطر اینکه شما نمیتونستین شوهر باشین بدم نیست. و بعد میگه که امروز ما دستور داریم فقط جنده ها رو دستگیر کنیم و دستوری برای دستگیری خواجه ها به ما نرسیده، پس زودی خودتون گم کنین که فردا ممکنه این شانس رو نیاریم. و بعدم سربازها جنده ها رو با خودشون میبرن. اما وقتی که زنها میرن، خواجه ها میشینن دور فواره عشق و یه دل سیر گریه میکنن. اما بعل خجالت میکشه و فقط به افق زل میزنه و هیچ گریه ای نمیکنه. روسپی ها بعد از دستگیری اسمشون رو به هیچ کسی و به نگهبانان زندان نمیگن و به خاطر همینم نگهبونا بهشون شماره میدن. مشتری های سابق هم از ترس جونشون که به خاطر شرکت در این بیحرمتی دستگیر نشن هیچ حرفی نمیزنن
اما اگر بعل شعراشو به دیوار زندان نصب نکرده بود، هیچ کس از اصل موضوع با خبر نمیشد. دو روز پس از شروع دستگیری ها، زندان شهر جاهلیه پر از روسپی و پاهنداز میشه. مشتری های سابق هم زیر دیوار زندان، زیر پنجره زندان میان و شروع میکنن به شعر خوندن برای عشقای قدیمیشون. اما هیچ کدوم از روسپی ها به اونا محل نمیده و به پنجره نمیاد. در این دو سالی که دین تسلیم مردا و زنا رو از هم جدا کرده بود، تعداد روسپی ها به دو سه برابر رسیده بوده و زندان های شهر پر از روسپی و جنده شده. مشتری های سابق هم به زیر پنجره زندان میان تا برای معشوقه خودشون شعر و غزل بخونن، اما هیچ کدوم از روسپی ها به اونا محل نمیدن. تا اینکه بعد از سه روز یه مرد غمزده با شلوار گشاد و عمامه بین اونها پیداش میشه و در ابتدا همه بهش میخندن، تا اینکه شروع میکنه به قصیده خوندن و همه ساکت میشن. اشعار عاشقانه و همراه دردش همه رو به سکوت وادار میکنه و روسپی ها رو به لبه پنجره زندان میکشونه و بعدش میره و شعرش رو به دیوار زندان شهر نصب میکنه و بعد از اون هر روز این مرد عجیب پیداش میشه و در همون ساعت و همون زمان یه شعر خیلی زیبا میخونه و بعدش هم به دیوار زندان نصبش میکنه. و تا روز 12 هیچ کسی نمیدونسته که اسامی همسران شاعر هم نام اسامی گروه 12 دیگریه. اما روز 12 شنونده ها تغییر حالت میدن و مردای خشمگین بعل رو در میان میگیرن و بعل هم عمامش رو بر میداره و میگه من بعل شاعر هستم و قضاوت هیچ کس رو به غیر از الهه های 12 هم نمیپذیرم و مامورها نگهبانان هم بعل رو دستگیر میکنن. خالد میخواست در جا بعل رو اعدام کنه، اما ماهند میگه نه، ابتدا باید روسپیا اعدام بشن و مجازات بشن. روسپیا به خاطر طلاق دادن سنگ و ازدواج با بعل اعدام میشن تا تقاص زندگی بی اخلاقیشون رو پاسخ بدن و بعد بعل در مقابل ماهند میسته مثل اینکه آینه در برابر آینه است، تاریکی در مقابل روشنایی. خالد به بعل اجازه میده تا همه کارهایی که کرده رو توضیح بده. بعل هم شروع میکنه تمام جزئیات ازدواجش با روسپیا و بازی نقش ماهوند و زنان پیامبر رو همه رو با جزئیات توضیح میده و مردم هم شروع میکنن به قهقه زدن و خندیدن و هرچقدر بعل میگه اینا واقعیه و همه اینا اتفاق افتاده، بازم مردم توجه نمی کنن و شروع می کنن به خندیدن و ماهوند بهش میگه که تو در گذشته آیات ما رو به تمسخر گرفته بودی و حالا اومدی منزل ما رو به ننگ بیالایی و در برانگیختن زشت‌ترین احساسات مردم هم ناموفق نبودی. و بعدش بعل به اعدام محکوم میشه و وقتی که بعل رو کشون کشون میبرن تا سرش رو از تنش جدا کنن، سرش رو برمیگردونه و میگه نویسندگان و روسپیان این دو گروه را نمیتوانی ببخشی ماهوند. و ماهوند هم میگه نویسندگان و روسپیان فرقی بین آنها نمیبینم. مرگ ماهوند. یکی بود یکی نبود. یه روز یه زنی بود که هیچ وقت تغییر قیافه و تغییر شکل نمیداد و همیشه جوان میموند. هند بعد از این وقایع و شنیدن خبر نابودی مجسمه الات به برجی در یکی از معابر خودش پناه میبره و اونجا عزلت میشینه و 2 از اونجا بیرون نمیاد و هیچ بنی بشری اونو نمیبینه. کتابهای عتیقه ای رو که هیچ کس قادر به خوندن خط اونا هم نبوده رو جلوی خودش میذاره و 2 شروع میکنه به خوندن کتابهای جادوگری و علوم خفیه و بعد از 2 به اتاق همسرش میره و زیباترین لباس ها و جواهراتش رو میپوشه و بعد به ابو سیمبل میگه که
بیدار شو که روز جشنه. ابو سیمبل بهش میگه چه خبر شده؟ هند بهش میگه که درسته نمیتونم زمان رو به عقب برگردونم، اما انتقام شیرینه. ساعتی بعد در شهر جاهلیه خبر بیماری مرگبار پیامبر میپیچه و هند خدمتکارانش رو به اقصا نقاط شهر میفرسته تا افرادی رو برای ضیافت دعوت کنه، اما هیچ کس در ضیافت شرکت نمیکنه و حتی شیخ ابو سیمبل هم این ضیافت رو سخیف میدونه و میگه که در ابتدا جگر عموش رو خوردی و حالا هم میخوای دل رودش رو از شکمش بیرون بریزی. و هند تنهایی در نور چراغ‌ها و شمع‌ها میشینه و یه غذای مختصری از کوسکوس میخوره که غذای معروف عربی است و برای خودش قهقهه میزنه و شادی میکنه. ماهوند چنان سرش تیر میکشید که انگار اجنه به شقیقهش میکوبن و جبرئیل خواب مرگ ماهوند رو میبینه. ماهوند به بیهوشی میره و بعد از اینکه برمیگرده به عایشه میگه که به من حق انتخاب داده شده است و من انتخاب خود را کردم و اکنون به دیار خداوند خواهم رفت. و عایشه که میفهمه در مورد مرگش داره صحبت میکنه شروع میکنه به گریه کردن. اما بعدش ماهوند سرشو برمیگردونه و به طرف دیگه اتاق نگاه میکنه و عایشه هم سرشو برمیگردونه و میبینه اونجا چیزی جز یک چراغ نیست. اما ماهوند میگه که تو کی هستی؟ آیا تو اسرائیلی؟ و عایشه صدای ترسناک و شیرین زنی رو میشنوه که میگه نه ای پیامبر، الله، اسرائیل نیستم. و پیامبر بهش میگه که آیا تو مرا به این بیماری افکنده ای؟ و بعد عایشه دوباره صدای همون زن رو میشنوه که میگه این انتقام من است و من اکنون راضی هستم. و بعد زن از اتاق میره و چراغ خاموش میشه و بعد دوباره چراغ با نورهای خوشرنگتری روشن میشه و پیامبر زمزمه میکنه اما باز هم از هدیت متشکرم ای الله. بعد از این عایشه به اتاق دیگه میره و با همسران دیگه پیامبر شروع میکنن به گریه کردن و زاری کردن. اما بعدش عایشه میگه که بگذار آنها که ماهوند را میپرستند عزاداری کنند، چون که ماهوند به دیار خداوند رفته و زنده است و آنان که خدا را میپرستند شادی خواهند کرد. در کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی داستانی وجود داره که جنجالی تر از آیه های شیطانیه که شبهات بیشتری رو در مورد اسلام و قرآن روشن میکنه. من خلاصه این داستان رو در حدود نیم ساعت درست کردم و در روی صفحه قرار میدم و شما میتونید این ویدیو رو ببینید.